ده روز قبل روحانی مدعی شد در یک نشست مشترک با سران قوا طرح پیشفروش نفت بررسی شد و منتظر جواب خامنه ای هستند. همه قوا سه قوه در کنار هم بودیم، بحث میکردیم و اگر به نتیجه برسه و مقام معظم رهبری موافقت بکنه و ما اعلام بکنیم یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد. اما ابوترابی مدعی شد دولت با فریب مجلس و قوه قضاییه مسیر خودش را رفته است و قوقای مجلس حکایت دیگری دارد. ما نمایندگان مجلس هیچ اطلاع و خبری از تصمیم سران قوا نداریم. ای مردم ایران، مجلس تا الان هیچ اطلاع دقیقی از این تصمیم گیری ندارد. وقتی سران قوا از مجلس بخاری نمی‌بینن، لذا هر کار دوست دارن انجام میدن. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این همه به هم ریختگی و فغان از درد بی درمان؟ این کاری رو که دارن اینا انجام میدن به نظر من بهانه است برای به هم ریختگی دو نظام و کشور. دولت وعده های بیمورد داده است و با مردم رو راست نیستند. متاسفانه امروز بخش مهمی از مسئولین ما در هر ثانیه آوازی جدید سر میدهند و ملت را سرگردان میکنند. و شورای عالی اقتصاد و سران قوا فقط در شرایطی که مقام معظم رهبری اجازه دادن تصمیم میگیرن. اما هیچ خبری از خامنه ای نیست. اگر گشایش است، چرا در این بحران که همه پای او را وسط میکشند خاموش است؟ سران محترم قوا حرمتشون برای ما واجبه، ولی بنا نیست در قانون گذاری ورود بکنن، مثل قضیه بنزین. بعد مقام معظم از رهبری ناچار شدن ورود فرمودن. قضیه بنزین، علت سکوت خامنه ای چیست؟ بحران‌های لاعلاج و درماندگی، این کلاف سردرگمی است که فقط به دست مردم باز می شود. بله، اینم از گزارش. ببینید راجع به این داستان که الان فکر کنم که به اندازه کافی صحبت کردیم. بله. در حد وقتمون، اما یه نکته ای الان من به ذهنم میزنه و اون این که ببینید قرار بود این مجلس مجلسی باشه که توی دست خامنه ای باشه، دست. چون سلاخی کرد اون مانده. بله، اساسی مغلوب رو در. بله. واقع خب اینم از مجلس یک دستش. قرار بود که اینا میگن که ما داریم میسنیم که یک دولت جوان حزب اللهی بیاریم سر کار. خب دیگه از مثلا رئیسی و قالیباف دیگه مثلا بابو گلابی تر دیگه کی؟ مثلا دیگه کی رو میتونه بیاره؟ کدوم بره ای رو میتونه بیاره که از اینا مثلا براش بیشتر تو دست باشن؟ خب اینا هم که الان دارن لگد میزنن بهش که من فکر کنم که در استراتژی و در سیاست های راه بردی خامنه ای خیلی وضعش پتالتر از این صحبت هایی است که الان به هر حال حتی من و شما الان داریم دربارش صحبت میکنیم، چون حقیقتا یکی رو بیاره که بهش لگد نزنه و پاچهش رو نگیره، کما این که رئیسی با دیگه از رئیسی بی‌بوته تر وجود نداره. جلادی است که اگه از بیت خامنه ای بندازنش بیرون، مردم در واقع خود مردم اینو سفسف میکنن. اما همین آدم که میدونه هیچ پناهگاهی جز زیر هوای خامنه‌ای نداره، الان توی داستان عواقب کارهایی که دارن میکنن داره جلوی خامنه‌ای لگد اندازه. این نکته جالبیه. من به نظرم در مورد اینی که خامنه‌ای در راهبردهای خودش برای تک پایه کردن رژیم به کجا رسید، این صحنه صحنه خوبی بود. بله، خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگومون و تیک تاک رو ادامه میدیم.
بلاروس و بحران انتخابات. مهمان ناخوانده مدار مریخ مشتری، سیارک سرس. منشأ احتمالی کرونا ویروس، انگشت اتهام به سمت غارهای تایلند، خفاش‌های کور. اگر شما هم در پی یکی از احتمالات منشأ ویروس کرونا هستید، بخش رسانه‌های جهان امروز تیک تاک رو دنبال بکنید. سلام می‌کنیم به شما و گوش می‌دیم به گزارش رسانه‌های جهان امروزتون. با سلام به شما و هموطنان گرامی، خبرهای امروز رسانه‌های جهان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. اسفدلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، خواستار اعتراضات جدید و بازشماری آرای انتخابات شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر لوکاشنکو که پیروز انتخابات بلاروس اعلام شد، با بزرگترین چالش سیاسی در 26 سال گذشته مواجه شده و درخواست برای شمارش آرا فشار رو بر اون افزایش میده. در نارامی‌های اخیر در بلاروس دست کم 2 نفر کشته و 6700 نفر بازداشت شدند. دور جدید اعتراضات که از روز جمعه 24 مرداد آغاز شد، مردم زنجیره انسانی اطراف ساختمان محل استقرار لوکاشنکو تشکیل دادند و به این ترتیب فشار رو بر اون بالا بردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم با تشکیل یک نشست اضطراری امکان تحریم‌های جدید رو مورد بررسی قرار دادند. فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در توییتی گفت: ما نیاز داریم که تحریم‌های اضافی رو علیه کسانی که در بلاروس که ارزش دموکراتیک و حقوق بشر رو نقض کردند به اجرا بیاریم. آنگلا مرکر هم خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط زندانیان شد. به گزارش وبسایت CNN، سیارک سرس یک سیارک پوشیده از یخ در منظومه شمسیه. دانشمندان به تازگی پی بردند که در زیر سطح یخی این سیارک اقیانوسی از آب شور وجود داره. این سیارک در بین مدار 2 سیاره مریخ و مشتری قرار داره. منطقه‌ای که این سیارک در اون قرار داره به نام کمربند سیارکی شناخته میشه. در این منطقه تعداد زیادی اجرام فضایی با شکل‌های هندسی نامنظم قرار گرفتند که اصطلاحاً سیارک یا ریز سیاره نامیده میشن. دانشمندان ناسا در سال 2011 برای مطالعه این سیارک و سیارک دیگری به نام وستا، فضاپیمای داون رو به دور این 2 سیارک فرستادند. اطلاعات جدید از سیارک سرس حاصل تصویربرداری فضاپیمای داون در سال‌های 2015 تا 2018 است. این فضاپیما در مراحل نهایی مأموریت خودش تا 35 کیلومتری سطح این سیارک پایین اومد. به گزارش آسوشیتد پرس، محققان در تایلند برای دستیابی به منشأ کرونا ویروس با زحمت خفاش‌هایی را از غارهاشون گرفتند. همچنان که تحقیقات اولیه نشان داده بود، خفاش‌ها منبع اصلی ویروس کرونا هستند که تاکنون بیش از 20 میلیون نفر را مبتلا کرد. نزدیکترین نوع کرونا ویروس پیدا شده در بدن این خفاش‌ها در تایلند، ویروسی است که در بدن خفاشان نعل اسبی در یونان در جنوب چین پیدا شده. محققان میگن در تایلند 19 گونه از خفاشان نعل اسبی وجود داره که تاکنون از بابت ویروس کرونا آزمایش نشدند. این محققان از تپه‌ای در پارک سایوک در غرب استان کانچای نابوری با کار گذاشتن شبکه‌ای از تله‌ها نزدیک به 200 خفاش رو از غارهای گوناگون گرفتن. تیمی از صلیب سرخ تایلند بزاق، خون و فضولات این خفاش‌ها رو نمونه برداری کردن. این نمونه‌ها برای دستیابی به ویروس کرونا و منشأ اونه. محققان میگن که به این شیوه به همان ویروسی خواهند رسید که عامل بیماری کووید 19 شد. رهبر این گروه از محققان گفت: پاندمی مرز نمی‌شناسه و بیماری میتونه با خفاش به هر جایی سفر کنه. با تشکر از همراهی شما، توجهتون رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب میکنم. دوستان، این برنامه تیک تاک بود و بررسی رخدادها و تحولات. خدا نگهدار.